بیف سریال کمدی سیاه جدید نتفلیکس که البته توی تیتراژ اسم A24 هم خورده همکاری A24 نتفلیکس مثل همکاری قرم سبزی با پیتزا میمونه توی این برنامه بهتون میگم که سریال بیف ارزش تماشا داره یا نه ته برنامه هم یه نمره از صفر تا ده بهش میدم که هلوهش متوجه بشید چقدر سریال رو دوست داشتم یا نه پسندیدم این نکته رو بگم که این برنامه اسپویل نداره مگر اینکه قبلش اعلام بکنم هشدار اسپویل بدم بنابراین بدون نگرانی برنامه رو ببینید <applause> بازیگری اصلی سریال آلی وانگ و استیون یون استیون یون بازیگر اصالتا کره‌ای مشغول در هالیووده که بازیگر خوب و قابل توجهی دوباره هم تا حالا نامزد اسکار شده احتمالا اکثریتتون به خاطر سریال مطرح واکینگ دد میشناسینش بیف که لطفا کسایی که میدونن توضیح بدن که ارتباط این دوتا کلمه یعنی این دوتا معنا به همدیگه چیه چون بیف به معنی گوشت گاوه ولی الان اینجا معنای خصومت هم داره اگه میدونید توی فرهنگ لغت امریکایی یا انگلیسی واردید یه توضیحی بدید که ما هم آگاه بشیم خیلی مورد توجه قرار گرفته این سریال مورد توجه مردم دنیا و منتقدین نمره هایی که گرفته کاملا این رو اثبات میکنه سایت راتان تومیتوز نمره منتقدینش 98 درصده مردم توی آی ام دی 82 بهش دادن و کاربران گوگل 95 درصدشون از سریال راضی بودن نشون دهنده که سریال خیلی مورد استقبال قرار گرفته حالا داستان سریال بیف چیه داستان دو تا غریبه است که از غذا هر دو آسیاییان و توی امریکا دارن زندگی میکنن که توی پارکینگ یک فروشگاهی نزدیک با هم تصادف کنن تصادف نمیکنن وارد یک کلکل بیخود کل بی خود و بی میشن و این کلکل کل ادامه پیدا میکنه و باعث اتفاقات عجیبی بعد از اون میشه این طرح داستانی شما رو یاد فیلمی ننداخت منو خیلی یاد وایل تیلز میندازه بچه من اولین فیلمی که به عنوان آدمی که میخواد فیلم خوب معرفی کنه اولین فیلمی که سه چهار سال پیش توی صفحه اینستاگرام من معرفی کردم همین فیلم وایل که عالیه یعنی اگه ندیدین اینجا داری چیکار کار میکنی ویدیو رو ول کن برو اون فیلم رو ببین بیا اپیزودی که یعنی توش چند تا داستان مستقل از همدیگه روایت میشه فیلم میکنم پنج تا از نظر معنایی و محتوایی با همدیگه ارتباط دارن در مورد وحشیگری انسان در شرایط خاصه خیلی فیلم خوبیه اپیزود مورد علاقه من اپیزود دو یا سه میشه که توی جاده رخ میده داستانش چیه همین یادم فقیر یادم پولدار با دو تا ماشین میخوان از هم سبقت بگیرن وارد یه بحث و کلکلی میشن که بعدش اتفاقاتی رو رقم میزنه که باورپذیر نیست رفتم گشتم ببینم که سازنده سریال بیف یعنی لی سونگ جین جایی گفته که ما برداشت آزادی داشتیم از اون یا نه دیدم نه تنها اینو نگفته بلکه گفته که من این سریال رو بر اساس یک خاطره شخصی و اتفاقی که بر خودم جاده افتاده ساختم میشه دو تا ایده نزدیک به هم دیگه بدون اینکه از هم مطلع باشن رخ بده ها ولی انقدر توی نوع اجرا شبیه هم دیگه مگه میشه مگه داریم حالا ما یه بحث ترهویده داریم آغاز و پایان داریم یه بحث اینکه مسیر روایت چجوریه اینکه یک مسیر روایتی منحصر به فردی بر خودش تونسته خلق بکنه یا نه و این رو جذاب تعریف کرده یا نه واقعیت اینه که جذاب تعریف کرده سریال بیف توی این ده قسمت که هر کدومش سی سی و دقیقه است یک کار جمع و جوره با مزه به جای خودش هیجان انگیزه، تعلیق داره عجیب و غریبه که پایان مبهمی داره البته یه مقداری مبهم که من برای خودم یک برداشت شخصی دارم انتهای ویدیو بعد از اینکه نمره رو دادم قبل از اینکه بخوام یعنی اس... اعلام میکنم که میخوام اسپویل کنم بعدش اون رو میگم که کسی اسپویل نشه اساسا سریال بیف در مورد آدم هست. ولی آدمای آسیب دیده آدمایی که نیاز به توجه گرفتن دارن نیاز به امنیت دارن نیاز به آرامش دارن آدمایی که آشنان خیلی شبیه خودمان شبیه همه ای آدم کره زمین که در تقابل با آدم ها رو در رو خیلی خوب شیک سلام خوبین مثبت و توی خلوت خودشون نگران شخصیت نگران دشمنی و خصومت آدم ها باهاشون و نگران موفقیت آینده شونن تو دلشون فوش میدن به خیلی ها اما رو در رو این کارو نمیکنن یه درگیری درونی دارن من خودم این مقدارش واقعا دارم رو کار نداریم ولی فکر میکنم جهان شموله همه دو چارشیم. تو خلوتمون یه کاری دیگه داریم میکنیم با خودمون تو جمع یه چیز دیگه ای داریم نشون میدیم کاری به خوب و بدش ندارم اما, اما اون میزان درگیری که با خودمون توی ذهنمون داریم یه جایی ممکنه خطرناک شه و باید مراقبش باشیم باید به یه صلح درونی انگار برسیم برای این سریال سریالی که و پنداری می‌کنی باهاش یه چیزی که سریال برام جالب می‌کنه که داخل امریکا داره اتفاق می‌افته ولی تا تا چشم کار میکنه داریم آسیایی میبینیم این کار همه آسیایین نمیدونم شاید من هایی اینکه خود سازنده خالق هم آسیاییه شاید میخواد این حس مهاجرت و نبودن در زادگاه رو بیاد وصلش کنه به همون حس درونی تنهایی قربت معلق بودن و نگرانی چون تو انگار وقتی تو خونه اصلی خودت نیستی یه ذره دل نگرانی که چه خواهد شد برای اینکه این فضای تعلیق و نگرانی رو بسازه شاید از بحث مهاجرت و نبودن توی زادگاه داره استفاده میکنه یکی دیگه از مسائلی که بهش میپردازم مثلا خیلی مهمیه مسئله خانواده و کودکیه اینکه این آدمایی که آسیب دیدن و کارهای احمقانه ای ممکن انجام بدن در زندگیشون با خودشون لج کنن با دیگران لج بکنن خیلی زیاد ریشه داره در خانواده زیستشون و نوع تربیتشون چه جوری خانواده باشون تا کردن چه جوری کودکیشون رو ازش گذر کردن یه برگشت هر کدومون الان اگه بزنیم به کودکیمون حتما لحظاتی رو به خاطر میاریم که آسیب های جدی دیدیم و هنوز که هنوزه توی سن سی سالگی، 20 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی نتونستیم فراموش کنیم و نتونستیم گذر کنیم ازش داریم هممون این رو یکی از ویژگی که سریال بیفتاره اینه که خیلی کار ساده بدون سرصداییه که بدون ستاره های هالیوودی دنبالدار و جذاب موفق داره عمل میکنه زوج بازیگریه، استیون یون درست گفتم استیون یون و آلی وانگ خیلی زوج جذابی شده خیلی رئال بازی میکنن در جای خودشون درست قرار گرفتن شیمی بین این دو نفر عالی عذاب در اومده و تو به نظرم از تماشای بازیگری این دوتا آدم لذت خواهی برد باورشون میکنی و درگیرشون میشی یه چیز خیلی کلیشه ای که وجود داره واقعا هم کلیشه شده اینه این که میگن ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودت مقایسه نکن کلیشه خیلی تکراریه ولی عین واقعیت چه بسیار آدم هایی که ثروت دارن اما اصلا خوشحال نیستن و در افسردگی دست و پا میزنن ولی به این قائلم که اگه قرار ناراحت باشم بذار یه پولدار ناراحت ولی دیدین افسردگی چه چیز عجیبیه تو نداری یهو افسرده میشی تو داری باز یهو افسرده چی کار داری میکنی با بشر <تصفح> و ای کاش هممون بتونیم خودمون رو نجات بدیم و زندگی بکنیم لحظه رو دریابیم حتما راهی وجود داره حتما وجود داره <تصفح> حالا یه مینی بود یا فصلهای های دیگه هم داره دیدم که سازنده ها ما برای سه فصل ایده داریم فصل اول به نظر من تموم شد یعنی قصه دیگه ای نداره ولی دو تا روایت دیدم یک روایت این که ما در ادامه فصل اول فصل دوم رو خواهیم دید و یه روایت دیگه این که نه اونا داستانشون تموم شد ما میخوایم بریم سراغ آدمهای جدید و قصه های اونها رو در فصلهای بعدی تعریف بکنیم نمیدونم کدومش رخ میده به نظرم روایت دوم درستتر باشه چون به نظر من قصه در فصل اول داستان دو تا کاراکتر تموم شد خب برای اینکه متوجه بشین که من چقدر سریال رو دوست داشتم اول اینکه واقعا به نظرم ارزش دیدن داره یه کار جمع یه راحت میتونید ببینیدش تو یکی دو روز حالا یه روز که نه تو دو روز به نظرم میتونید راحت ببینیدش و من از صفر تا ده نمره هفت و نیم رو بهش میدم به این میزان سریال رو پسندیدم خب یه نمود پایان بندیش تو برای خیلی ها مبهم بوده میدونم صحبت بکنیم از اینجا من هشدار اسپول میدم برای کسایی که سریال رو ندیدن سریال عجیب و غریب تموم شد یه خورده فضا رو زیادی شیکوند و از اون فضای رالش اومد انتظایش کرد فانتزیش کرد یه خورده عجیب و غریبش کرد که یه ذره هم اون جذابیتش رو شاید برای من کم کرد اما چی میخواد بگه؟ اینا توهم زدن یه چیز قارچ مسمومی یک گیاه مسمومی خوردن و توهم زدن و باعث شد که انگار این دو نفر یک نفر بشن اصلا اساسا آدما با همدیگه مشکلی ندارن وقتی همدیگه رو نمیشناسن سر یه سوء تفاهم بیخود تا مرز از بین بردن همدیگه پیش رفتن و تاش دیدن که انگار خیلی فرقی هم با همدیگه نمیکنن دو تا آدم آسیب دیدن که نیاز به کمک گرفتن دارن یه دیدگاهی وجود داره من نمیدونم در کدوم فرهنگ یادم نیست یا اصلا نمیدونم شنیدمش ولی که همه آدما یک نفرن یعنی من همون تو هم همون کسی هم که داره رد میشه همه یک نفریم دیدگاه خیلی عجیب و دیدگاه خیلی جالبیه وقتی ما داریم با یکی دشمنی میکنیم داریم با کی دشمنی میکنیم با خودمون من فکر میکنم به طور کلی سریال بیف میخواد یک همچین مفهومی رو در فصل اول به ما برسونه سیرال بیف رو اگه دیدید نظرتون رو در موردش بنویسین خیلی وقت هم از نگفتم لایک کنید یا نه کنم تاثیر مثبت داره اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید اگه حرفی برای گفتن داشتید کامنت بذارید ارادت دارم در تماسیم